بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما دوستان خوبم. خب ما مدارها رو شروع کردیم و توی این جلسه میخوایم سوال حل کنیم و روش محاسبه جریان توی مدار تک حلقه رو بررسی کنیم. ما ابتدا سوالهایی رو حل خواهیم کرد که جهت جریان رو به ما داده که توضیح میدیم، سوالش رو حل میکنیم. در ادامه هم به سوالی میرسیم که جهت جریان رو به ما نداده و ما باید خودمون تشخیص بدیم که جهت جریان به چه شکلی هست. ما از دو روش میخوایم این موضوع رو، این سوالات رو حل کنیم تا شما بتونید توی حالا چه امتحان تشریحی چه امتحان تستی از هر روشی که براتون مناسب هست استفاده کنید. این جلسه رو با دقت ببینید چون مقدمه جلسات بعدیمون خواهد بود که اونجا کارتون راحت باشه. قبل از اینکه سوال رو حل کنیم، من میخوام یه یادآوری داشته باشم که بتونیم سوال رو بهتر حل کنیم. بچه ها ما گفتیم هر وقت در جهت جریان حرکت کنیم پتانسیلمون به اندازه RI کم میشه، یعنی VA از VA حرکت میکنیم، پتانسیلمون وقتی که میرسیم به مقاومت به اندازه RI کم میشه و میرسیم به نقطه B. در واقع پتانسیل B به اندازه RI از VA کمتره. چرا؟ چون این مقاومت باعث کاهش پتانسیل شد. اما وقتی که در خلاف جهت جریان به مقاومت میرسیم پتانسیلمون به اندازه RI زیاد میشه. در واقع نقطه B به اندازه RI پتانسیلش از نقطه A بیشتره. ولی در مورد منبع این نکته رو گفتیم که ربطی به جهت جریان نداره و هر وقت ما از قطب منفی به مثبت رفتیم پتانسیلمون به اندازه اپسیلون زیاد میشه و هر وقت که از مثبت به منفی اومدیم به اندازه اپسیلون کم میشه. پس اینجا میشه VA به علاوه اپسیلون، چون از منفی به مثبت رفتیم میرسیم به VB. اما در این رابطه VA از مثبت به منفی میریم به اندازه اپسیلون پتانسیلمون کم میشه، میرسیم به نقطه VB. این از یادآوری این نکات. اما بریم سراغ سوال. گفته مطابق شکل اگر پتانسیل نقطه A برابر 10 ولت باشد پتانسیل نقطه B چقدر است؟ خب ما از A شروع میکنیم حرکت کردن، پس حرکتمون در این جهت هست، به طور ذهنی توی مدار حرکت میکنیم. در A چی داریم؟ VA رو داریم. VA میرسیم به مقاومت. بچه ها در جهت جریان من دارم حرکت میکنم، جریان در این جهت، منم دارم در جهت جریان حرکت میکنم، پس پتانسیل من به اندازه RI کم میشه. خب میرسم به این منبعمون، به باتریمون. از مثبت داریم میایم به منفی، پس میشه منفی E1 اپسیلون 1. و وقتی که میرسیم به مقاومت بازم ببینید این جهت جریانه، منم دارم در جهت جریان حرکت میکنم، پس منهای R1I، جریانی که تو اینجا هست I هست. بچه وقتی که از مثبت به منفی رسیدیم شد منهای E1 و به مقاومت هم رسیدیم شد منفی R1I. میایم میرسیم به این باتری، از منفی داریم میریم به مثبت، پس میشه به علاوه اپسیلون 2. و باز هم رسیدیم به یک مقاومت داخلی. این دوتا بچه مقاومت داخلی بودن، قبلا توضیح دادیم. اینم R2 در جهت جریان دارم میرسم، میشه منهای R2I برابر است با VB. خب حالا باید جایگذاری انجام بدیم هر آنچه که داریم. اینجا میشه VA منهای آرمون 5، آیمون 2، 5 ضرب در 2، منهای اپسیلون 1مون 6، منهای R1مون 1، جریانمون هم 2، به علاوه اپسیلون 2مون 4، منهای R2مون 5، جریانمون 2 هست، برابر با VB. خب بعضی وقتا یه همچین سوالی به ما میدن، میگن VA منهای VB چقدره؟ بعضی وقتا میگن VB منهای VA چقدره. اگه VA منهای VB رو خواست، VB رو کافیه ببرید اونور، این عددا رو کلا بیارید این طرف. خب
اگه وی بی منهای وی آر رو خواست، خب طبیعتاً وی آر رو میاریم این طرف، عددام که اون طرف هستن. بس بعضی وقتا اینجوری مطرح میکنه، بعضی وقتا پتانسیل یه نقطه رو میده، پتانسیل یه نقطه دیگر رو میخواد، مثل اینجا که پتانسیل نقطه آ رو داده، پتانسیل نقطه بی رو میخواد. من این بی رو میبرم اونور، وی آ منهای وی بی رو پیدا میکنم که حالا اینجوریش رو هم حل کرده باشیم. بعضی وقتا اینو میخواد، وی آ منهای وی بی. الان وی آ رو به من داده، اینجا جایگذاری میکنم، وی بی پیدا میشه. همه این عددا رو حالا باید ببرم اون طرف. این میشه منفی 10، میره اون طرف میشه 10، منفی 6 میاد مثبت 6 میشه، منهای 2 مثبت 2، مثبت 4 میاد منهای 4 میشه، این هم که منهای 1 میاد اون طرف به علاوه 1 میشه 16، 18، منهای 4 14 به علاوه 1 15. پس این شد 15. وی آ رو به من داده 10، 10 منهای وی بی شده 15. از اینجا وی بی میاد این طرف، 15 میره اون طرف، میشه منفی 5. پس وی بی میشه منفی 5 ولت. پتانسیل نقطه بی رو خواسته بود که ما به دست آوردیم. سوال بعدی، در مدار شکل روبرو جریان الکتریکی آی چند آمپر است؟ وی بی منهای وی آرا به دست آورید. خب من از یه نقطه‌ای باید شروع کنم، دوباره برگردم به همون نقطه تا بتونم جریان رو محاسبه کنم. خب مثلا فرض کنید از نقطه آ حرکت میکنیم و دوباره برمیگردیم به نقطه آ. فرقی نمیکنه من ساعت گرد حرکت کنم یا پاد ساعت گرد، هر کدوم که دوست دارید میتونید انجام بدید. فرض کنید حالا من میخوام ساعت گرد حرکت کنم به این صورت. میخوام با سوالای قبلی مقدار متفاوت بشه، میخوام در خلاف جهت جریان حرکت کنم. خب ببینید جریان رو نگاه کنید، جریان در این جهته، این جریانه، جریان پاد ساعت گرد. من میخوام خلاف جهت جریان حرکت کنم، از نقطه آ دوباره برگردم به نقطه آ. خب مینویسم وی آ، از قطب مثبت دارم میرم به قطب منفی، میشه منفی یک اپسیلون یک، اینجا میشه منفی. بچه ها ببینید، رسیدن به مقاومت در خلاف جهت جریان میشه به علاوه آر یک آی. میام اینجا دارم باز به مقاومت در خلاف جهت جریان میرسم، به علاوه آر یک آی. اینجا هم همینطور در خلاف جهت جریان دارم به مقاومت میرسم، میشه به علاوه آر دو آی. اینجا دارم از منفی به مثبت میرم، میشه به علاوه اپسیلون دو. و در نهایت میرسم به نقطه وی آ. بچه این وی آ با این وی آ میره. اصلا به همین خاطر که اینا با هم ساده بشن از یه نقطه شروع کردم، رسیدم به همون نقطه قبلی، چون میخوام مجهولم که جریانه اینجا محاسبه بشه. میشه منفی سی به علاوه یک ضرب در آی که میشه آی، به علاوه آر یکمون دوه، ضرب در آی میشه دو آی، به علاوه آر دومون دوه، ضرب در آی میشه دو آی، به علاوه اپسیلون دومون که ده هست مساویه با صفر. خب اینجا شد سه آی، با این دو آی میشه پنج آی. منفی سی با مثبت ده میشه منفی بیست، میره اون طرف میشه مثبت بیست، آیمون میشه 25 یعنی 4 آمپر. جریان رو به دست آوردیم 4 آمپر. این از قسمت الف. اما قسمت ب، وی بی منهای وی آ رو میخواد. بچه وقتی که اختلاف پتانسیل دو نقطه رو میخواد، از یکی از نقاط شروع کنید برید به اون یکی نقطه، فرقی هم نمیکنه از کدوم نقطه برید. فرض کنید ما از نقطه آ شروع میکنیم میریم به بی میرسیم، دقت بکنید این طرف حل میکنم، از نقطه آ حرکت میکنم میرسم به نقطه B، فرقی هم نمیکنه در از کدوم طرف برم، از بالا برم یا از پایین، هیچ فرقی نمیکنه. حالا من قسمت پایین رو انتخاب میکنم، میشه وی آ. حرکتم پس چیه الان؟ الان حرکتم چیه؟ حرکتم در جهت جریان، حواستون باشه. خب دارم از آ میام میخوام برسم به B، از مثبت به منفی میرم، پس میشه منهای اپسیلون 2.
اینجا دارم در جهت جریان به مقاومت میرسم. در جهت جریان به مقاومت میرسیم، پتانسیل به اندازه R دو I کاهش پیدا میکنه. منهای R دو I مینویسیم. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به V B. خب اینا رو جایگذاری کنیم. V A منهای 10 منهای 2. جریانمون رو 4 آمپر به دست آوردیم. 2 ضرب در 4 میشه V B. خب میشه V A منهای 10 منهای 8 منهای 18 مساوی با V B. خب سوال V B منهای V A رو خواسته، پس اون V A رو ببرید این طرف، میشه V B منهای V A، این طرف هم منهای 18 ولت رو داریم که میشه جواب مسئلمون. سوال بعدی، در مدار شکل روبرو پتانسیل نقطه آ چند ولت است؟ خب من یه توضیحی راجع به این مدار بدم. این نمادی که اینجا میبینید به این صورت نوشته، نماد اتصال به زمینه که پتانسیلش رو صفر در نظر میگیرن. پس یادتون باشه هر وقت این نماد رو دیدید پتانسیل رو صفر بنویسید. پتانسیل این نقطه صفر. مثلا اگه نقطه B نامگذاری کنیم، پتانسیل نقطه B میشه صفر. خب بچه من پتانسیل آ رو میخوام، پتانسیل یه نقطه ای از مدار رو هم دارم. طبیعیه از اون نقطه حرکت کنم برسم به اون نقطه‌ای که پتانسیلش رو دارم، پتانسیل نقطه آ به دست میاد دیگه. ببینید من از آ حرکت میکنم به بی میرسم، فرقی هم نمیکنه در چه جهتی حرکت کنیم، از این قسمت بالا بیام به بی یا از قسمت پایین. حالا ما از قسمت بالا میایم. فقط جهت جریان رو دقت کنید، جهت جریان ساعت کرده. جهت جریان ساعت کرده. پس وقتی من دارم در این جهت حرکت میکنم، دارم در جهت جریان حرکت میکنم. خب پس میشه V A. ببینید از مثبت دارم میام منفی، از بزرگه به کوچیکه، میشه منهای اپسیلون 2. در جهت جریان به مقاومت میرسم، منهای R 2 I. در جهت جریان به مقاومت، منهای R 1 I. در جهت جریان بازم به مقاومت رسیدم، منهای R 2 I. میام حرکت میکنم، میرسم به نقطه B، میرسم به V B. جایگذاری انجام میدم، V A که مجهوله، منهای 6 منهای R 2 مون 1 هست، 1 ضرب در نیم. آیمون رو ببینید، اینجا خودش هم جهت رو مشخص کرده بود هم مقدارش رو. منهای نیم، 1 ضرب در نیم. منهای R 1 مون هست 2 ضرب در نیم. منهای R 2 مون 3 هست، 3 ضرب در نیم مساوی با V B هم که گفتیم 0 هست. V A منهای 6 منهای نیم منهای 1 منهای 1 و نیم مساوی با 0. وی آ میشه، این میشه منهای 6 و نیم منهای 7 و نیم منهای 9. میره اون طرف میشه مثبت 9 ولت. پس پتانسیل نقطه آ مثبت 9 ولت به دست اومد. خب سوال بعدی رو میخوام شما وقت بذارید، قبل از اینکه من حل کنم شما سوال رو حل کنید، من سوال بخونم براتون بعد شروع کنید به حل کردن. شدت جریان در مدار شکل روبرو 2 آمپر است. مطلوب است پتانسیل نقطه آ، قسمت ب هم نیروی محرکه اپسیلون 2 رو میخواد. خب پس فیلم رو اینجا نگه دارید، خودتون حل کنید، بعد حل من رو توجه کنید. خب امیدوارم که درست حل کرده باشید سوال رو. دقت بکنید ببینید من چطور سوال رو حل میکنم. من پتانسیل نقطه آ رو میخوام، پتانسیل یه نقطه دیگر رو هم دارم، مثلا بی، چقدره؟ صفر. نقطه اتصال به زمینه. خب کافیه از آ به بی حرکت کنم، یا باید از قسمت بالا بیام یا از قسمت پایین. اما میرم نگاه میکنم میبینم چون اپسیلون 2 رو به من نداده، اگه از این پایین بیام هم وی آی من مجهوله هم اپسیلون 2.
پس باید چیکار کنم؟ ناچارم از قسمت بالا بیام برسم به نقطه B. پس می نویسم V A. ببینید پس حرکت من ساعتگرده مثل جریان. دارم پس در جهت جریان حرکت می کنم. در جهت جریان به مقاومت می رسم، پتانسیل به اندازه R یک I کاهش پیدا می کنه. از منفی به مثبت میرم، به اندازه اپسیلون یک افزایش پیدا می کنه. در جهت جریان به مقاومت میرسم، پتانسیل به اندازه R1 I کاهش پیدا میکنه و در نهایت میرسم به نقطه B که پتانسیلش صفره. خب پس من V A رو میخوام. منهای R1 چنده؟ 4. جریانمونم 2. 4 ضرب در 2 به علاوه اپسیلون 1 چنده؟ 3. منهای R1 مون 1 هست، 1 ضرب در جریانمونم 2. پس V A منهای 8 به علاوه C منهای 2 مساوی 0 هست. این میشه 22. 22 منهای 2 میشه 20، میره اون طرف میشه منهای 20. پس V A مون منهای 20 ولت. خب این از قسمت الفمون. توی قسمت B نیرو محرکه اپسیلون 2 رو میخواد. حالا چیکار میکنم؟ حالا از نقطه آ حرکت میکنم، میرسم به نقطه B و فقط یه دونه مجهول اپسیلون 2 دارم که به دست میارم. دقت بکنید من اینجا بنویسم. پس شد V A. الان دارم حرکت چجوری انجام میدم؟ حرکت پاد ساعت کرد. ببینید جریانمون ساعت کرد. آیمون. من دارم در چه جهتی حرکت میکنم؟ این برای قسمت B. دارم پاد ساعت کرد حرکت میکنم در خلاف جهت جریان. میشه V A، از منفی میرم به مثبت میشه به علاوه اپسیلون 2. در خلاف جهت جریان میرسم به مقاومت، پتانسیل به اندازه R2 I افزایش پیدا میکنه. میام میرسم به این مقاومت، این مقاومت هم همینطور چون در خلاف جهت جریان بهش میرسم به اندازه R2 I پتانسیل افزایش پیدا میکنه و در نهایت میرسم به V B که صفره. بذارید بنویسم V B که صفر هست. V A رو چند به دست آوردیم بچه ها؟ منفی 20. پس میشه منفی 20 به علاوه اپسیلون 2 به علاوه R2 I 1 آیمون 2 هست به علاوه آردومون 4 جریانمون 2 هست مساویه با 0 اپسیلون 2 مون. ببینید این میشه 2، این میشه 8، میشه مثبت 10. منهای 10 به علاوه منهای 20 به علاوه 10 میشه منهای 10، میره اون طرف میشه 10 ولت. پس اپسیلون 2 رو 10 ولت به دست آوردیم. سوال بعدی، با توجه به مدار روبرو شدت جریان الکتریکی در مدار چند آمپر است؟ بچه ها ببینید این سوال مثل سوالای قبلی که حل کردیم جهت جریان رو برای ما مشخص نکرده، ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. این سوال رو من از دو روش حل خواهم کرد و در مورد هر روشم توضیح میدم. خوب دقت کنید. در ادامه توی جلسات بعد سوالای بیشتری رو حل میکنیم. سعی میکنم که بعضی وقتا از هر دو روش حل بکنم، بعضی وقتا هم که ببینیم هر کدوم از روشها راحت تره. خب روش اولمون، اولا یه چیزو یادتون باشه، حرکت ما توی مدار، حرکت ما در مدار دلخواهه. یعنی هر طوری دوست داشتی حرکت کنی، به طور ذهنی که داریم حرکت میکنیم، میتونی ساعت کرد حرکت کنی، میتونی پاد ساعت کرد، این با خودت، هر جوری دوست داشتی تو مدار حرکت کن. پس این از نکته که قبلا هم گفته بودیم. اما برای جریان میایم ابتدا جهت جریان را در جهتی دلخواه
فرض میکنیم. مثلا فرض میکنیم جهت جریانمون ساعتگرده یا پادساعتگرد. اگه مسئله رو حل کردیم، جریان رو مثبت به دست آوردیم، نتیجه میگیریم که جهت فرضی ما درست است. این جهتی که مثلا ساعتگرد گرفتیم، بعد دیدیم جریانی که پیدا کردیم عدد مثبتی به دست اومد، میفهمیم که جهت فرضیمون درست بوده. اما اگر جریان رو یه مقدار منفی به دست آوردیم، میفهمیم که جهت فرضیمون نادرسته، یعنی جهت رو باید عوض کنیم. مثلا من جهت فرضی رو ساعتگرد در نظر گرفتم، حل میکنم جریان رو منفی 3 آمپر به دست میارم، نتیجه میگیرم که این جهتی که من فرض کرده بودم اشتباهه، جهتمون ساعتگرد نیست، پس چیه؟ پاد ساعتگرده. این رو توجه کنید. خب بچه ها توی این سوال اگه موافق باشید من جهت فرضی جریان آیه فرضی می نویسم، یادمون باشه، چون بعدن بعد اگه منفی در اومد تغییر بدیم، اگه مثبت در اومدم که درسته. پس جهت جریان فرضی رو من پاد ساعتگرد در نظر می گیرم، حرکت تو مدارم دوست دارم ساعتگرد حرکت کنم، پس من دوست دارم ساعتگرد حرکت کنم، جهت جریان فرضی رو هم پاد ساعتگرد در نظر میگیرم. این دوتا دست خودمونه، منتها گفتیم اگه چه عددی به دست اومد مثبت بود یا منفی چیکار میکنیم. خب اینجا نقطه آ نامگذاری میکنم، از آ حرکت میکنم، دوباره میرسم به نقطه آ. خب وی آ بچه من دارم خلاف جهت جریان حرکت میکنم، پس میشه به علاوه آر آی. وقتی که در خلاف جهت به مقاومت میرسیم پتانسیلمون زیاد میشه به اندازه آر آی. اینجا که ربطی به جهت جریان نداره، از مثبت به منفی میایم، میشه منهای اپسیلون دو. خلاف جهت به مقاومت میرسیم به علاوه آر دو آی، میام اینجا خلاف جهت به مقاومت R1 میرسم به علاوه R1i، از منفی به مثبت میرم به علاوه اپسیلون 1، و در نهایت میام میرسم به نقطه A. VA. خب این VA با این VA میره، بعد جایگذاری میکنم، Rمون 3 هست، میشه 3i منهای اپسیلون 2 10، R2مون 1 ضرب در جریانمون مجهوله، میشه 1i به علاوه r 1مون هم 1 هست، به علاوه i به علاوه اپسیلون 1 12 هست، مساوی با 0. 3 4 5i اینم میشه مثبت 2، میره اون طرف میشه منفی 2. i رو چند به دست آوردیم؟ i شد منفی 2 پنجم یا منفی 4 دهم. خب همونطور که میبینید منفی به دست اومد. من جهت جریان رو چی فرض کرده بودم؟ پاد ساعتگرد. پس نتیجه میگیریم چون منفی به دست اومد، جهت فرضی ما اشتباه هست، پس جهت درست جریان، جهت صحیح جریان ساعتگرد خواهد بود، ساعتگرد میشه، پس جهت جریان ساعتگرد، اندازش هم 14. خب حالا اگه ما جهت جریانمون رو که به طور فرضی هست اگه ساعتگرد میگرفتیم طبیعتاً مثبت به دست اومد، پس یه بار دیگه دوره میکنیم، حرکتمون دلخواهه، این که مشکلی نداشتیم، میتونیم ساعتگرد یا پادساعتگرد حرکت کنیم، جهت جریان رو به طور فرضی خودم دلخواه جریان رو انتخاب میکنم، حل میکنم مسئله رو، اگه جریان مثبت به دست اومد یعنی جهتی که فرض کردم درسته، اگه منفی به دست اومد مثل این سوال من جهت رو باید عوض کنم، جهت جریان من پس به طور صحیح ساعتگرد خواهد بود که در واقع ازش استفاده میکنیم. یه نکته رو اینجا بگم بعدن ازش سوال حل میکنیم، ولی میخوام از الان حواستون باشه، بعضی وقت سوالا قسمت ب دارن، مثلا میگه که اینجا رو نامگذاری میکنه نقطه B، میگه وی آمنهای وی B رو به دست بیار،
پس بعضی وقت سوالا قسمت ب دارن، میگه وی آمنای وی بی رو به دست بیار. شما باید با جهت جریان صحیح حرکت کنید، سوال رو حل کنید. الان ساعت کرده، پس من این فرضی رو عوض میکنم، جهت صحیح جریان رو رسم میکنم، بعد قسمت های دیگه سوال رو حل میکنم. این نکته رو فراموش نکنید. اما این روش اول بود، بریم سراغ روش دوم. بچه ها من برای اینکه روش دوم رو توضیح بدم نیازه که یه قسمت هایی از روش اول رو بنویسم، ولی به صورت پارامتری و یه سری نتایج بگیرم. و میخوام جهت جریان رو هم ساعتگرد بگیرم که دیگه مشکلی نداشته باشیم، دیگه مثبت به دست بیاد. پس جهت رو به طور فرضی من ساعتگرد در نظر میگیرم و مسئله رو حل میکنم. از نقطه آ حرکت میکنم به نقطه آ دوباره بر میگردم، منتها به صورت پارامتری حل میکنم. وی آ، خب جهت جریان هم گفتیم ساعتگرد در نظر میگیریم دیگه، جهت درست میگیریم. وی آ در جهت جریان، من خودم هم حرکتم هم به صورت ساعت کرده. در جهت جریان به آر میرسیم، به مقاومت، کم میشه پتانسیل به اندازه آر آی. از مثبت به منفی میشه منهای ای دو. در جهت جریان به مقاومت منهای آر دو آی. اینجا در جهت جریان به مقاومت آر یک منهای آر یک آی. از منفی به مثبت میرسیم، میشه به علاوه اپسیلون یک. و در نهایت از اون طرف میرسیم به نقطه ویه آ. ویه آ با ویه آ میره اینجا، این اپسیلون ها رو میبرم اون طرف، میشه اپسیلون دو منهای اپسیلون یک و آرها رو از یه آیشون فاکتور میگیرم، اینجا میشه منهای آر، این میشه منهای آر دو. اجازه بدید از یه منفیشون هم فاکتور بگیرم، میشه منفی آر، منفی آر به علاوه آر دو به علاوه آر یک. خب این منفی رو نگاه کنید، من این طرفم در یه، در هر دو طرف رو در یه منفی ضرب میکنم، جای این دوتا عوض میشه، این میشه اپسیلون یک منهای اپسیلون دو تقسیم بر ضریب مجهولمون، یعنی آر به علاوه آر یک به علاوه آر دو. خب این رابطه که رسیدیم ببینید چی داره میگه. میگه این دوتا اپسیلون ها باید از هم کم بشن تو این سوال. حالا بعدن جلوتر توضیح میدم ریز که چرا اصلا یک منهای اپسیلون یک منهای اپسیلون دو شده، اینا رو توضیح میدم. اینجا آره کوچیکا رو جمع میکنیم، آره بزرگم یه دونه داریم اینجا جمع میکنیم، اگه حالا جلوتر میگیم که هر چند تا بود بعد اینجا جمع بکنیم و جریان رو ازش محاسبه میکنیم. همین سوال دقت کنید، جایگذاری انجام میدیم، اپسیلون یک 12 منهای 10 تقسیم بر آرمون هست 3، آر یکمون یک، اینم یک، این میشه دو بر روی پنج، یعنی همون 14 آمپری که به دست آورده بودیم. خب اینو داشته باشید. من یه مقدمه لازمه بگم، بعد این رابطه رو میخوام تکمیل کنم. یه بار به دست آوردیم توی مثال، میخوام یه رابطه کلی براش مطرح کنیم، منتها یه مقدمه نیاز داره. حواستون به من باشه، من اینجا یه باتریه یک رو دارم، اینم باتری دو. بچه ها اگه فقط باتری یک تو مدار بود جریانی در چه جهتی تولید میکرد؟ ببینید جریان از مثبت دیگه، از مثبت به منفیه تو بیرون باتری، درست شد؟ پس این جریان تولیدیش، اجازه بدید من این جریان ها رو، جهت ها رو هرچی هست پاک کنم که یه وقت اشتباه نکنیم. چه جریانی تولید میکرد بچه ها؟ اگه این فقط این توی مدار بود در این جهت تولید میکرد، یعنی ساعتگرد، یعنی ساعتگرد در اینجا. اگه فقط باتری دو در مدار بود یه همچین جریانی تولید میکرد، درسته؟ از مثبتش دیگه. پس یه بار دیگه بگیم،
اگه فقط این تو مدار بود جریانی در این جهت تولید میکرد، اگر فقط باتری شماره دو تو مدار بود جریانی در این جهت، در جهت پاد ساعت کرد تولید میکرد. درسته؟ خب حالا هر دوتاشون تو مدار هستن و جریانهای خلاف همی دارن تولید میکنن، درسته؟ پس چه اتفاقی میفته؟ یکیشون که زورش بیشتره جهت جریان رو تعیین میکنه، یکیشون که زورش بیشتره جهت جریان رو تعیین میکنه. کدوم بیشتره؟ 12. پس جهت صحیح جریانمون رو باتری تعیین میکنه که زورش بیشتره، یعنی نیرو محرک باتریش بیشتر، نیرو محرکه منبعمون بیشتره، یعنی 12 بیشتر از 10. پس بنابراین قوی تر جهت جریانمون ساعتگرد خواهد بود. حالا یه نکته ای، اگر هر دو ساعتگرد بودن طبیعتاً هر دو خب همدیگر رو تقویت میکردن و باتری قوی تری رو تو مدار داشتیم و مثلا میشد 12 علاوه 10 22. خب این یه موضوع. دو تا باتری نیست، بعضی وقتا 3 تا 4 تا 5 تا باتری ممکنه توی مدار باشه. اینجا باید ببینید کدومشون هم جهتن. مثلا دو تا از باتریامون دارن ساعتگرد تولید میکنن، مثلا یه همچین مداری داشته باشیم، دو تا از باتریامون دارن ساعتگرد تولید میکنن و 3 تا از باتریامون دارن پاد ساعتگرد تولید میکنن. خب حالا باید ببینیم کدوم یکی از اینایی که ساعتگرد تولید میکنن زورشون بیشتر یا اونی که پاد ساعتگرد داره تولید میکنه و جریان رو اون باتری ها تعیین میکنن. این از این. مثلا فرض کنید بخوایم مثال عددی بزنیم، این مثلا 1 باشه، این 2، 1 2 4 ولت، این مثلا 10 ولت باشه، اینم 8 ولت باشه، جمع این دوتا میشه 18 ولت، اینم 4 6 7 ولت. 7 ولت بیشتره یا 18 ولت؟ 18 ولت. پس اینا تعیین کننده جریان، جهت جریان خواهند بود و جهت جریانمون ساعتگرد میشه. اگه اونا بزرگتر بودن زور اونا بیشتر بود. این یه موضوع. اینجا نگاه کنید، این باتریمون پس جهت جریان رو تعیین کرد و جهت جریانمون شد ساعت کرد. این باتری میشه منبع انرژی الکتریکی، در واقع منبعمون خواهد شد. ولی چه جریانی وارد این مدار، وارد این باتری میشه بچه ها؟ ساعت کرده. ببینید جریان ساعت کرد، جریانی در خلاف جهت جریانی که اون باتری میتونست تولید کنه وارد باتری میشه. در واقع بچه ها این باتری ما میشه مصرف کننده، این منبع تولید جریان بود، این مصرف کننده شد. اگه باتریمون قابل شارژ باشه باتریمون شارژ میشه. ما وقتی که باتری در واقع گوشیمون رو وصل میکنیم به شارژر و باتری گوشیمون شارژ میشه، یه همچین اتفاقی میفته، جریان برعکسی وارد باتری میشه و باتری رو شارژ میکنه. این منبعمون میشه، در واقع این باتریمون میشه منبع انرژی الکتریکی و این باتریمون چون خلاف جهت جریان تولیدی خودش جریانی توش میاد میشه مصرف کننده. در واقع این دوتا باتری الان تو این مثالی که زدیم میشن تولید کننده، در واقع منبع، و این ستا میشن مصرف کننده، یادتون باشه. خب حالا برگردیم رابطه ای که گفتیم رو کلیش رو بگیم یاد بگیرید. ببینید همیشه میگیم جریانمون برابر است با مجموع اپسیلون هایی که مربوط به منبع هستن. ممکنه 2 تا 3 تا 4 تا باتری داشته باشیم که به عنوان منبع باشن، یعنی تعیین کننده جریان هستند. اینا رو با هم جمع میکنیم، منهای جمع، این حالا یه پریم میذاریم، جمع
باتری هایی که جمع اپسیلونه باتری هایی که مصرف کننده هستند. تقسیم بر جمع مقاومت خارجی هامون به علاوه جمع مقاومت های داخلی هامون. در واقع تو مخرجمون هر چی مقاومت داریم رو با هم جمع میکنیم. منتها اینجا توی صورت ما باید اونایی که منبع جریانمون هستن، تولید کننده جریانمون هستن با هم جمع بکنیم، مصرف کننده ها رو با هم و اینا رو از هم کم بکنیم. ببینید اینجا این اتفاق افتاد، کدوم منبعمون داره جریان تولید میکنه؟ منبع شماره یکمون، پس یه دونه بود دیگه، حالا خودشو نوشتیم دیگه. کدوم داره مصرف میکنه؟ اپسیلون 2. پس اپسیلون 1 منهای اپسیلون 2 تقسیم بر جمع آر بزرگ و جمع آر کوچیک. خب این شد یک رابطه‌ای که ازش استفاده خواهیم کرد. خیلی سریع میتونیم مقدار جریان رو حساب کنیم. جهت جریان رو چجور تشخیص میدیم؟ توی شکل تشخیص میدیم که کدوم منبع ها اولا باید بریم در چه جهتی جریان تولید میکنن اگه تنها تو مدار باشن، و جهت ها رو تشخیص میدیم. یه سریشون ساعت گردن، یه سریشون پاد ساعت گرد. کدوم باید بریم زور کدومشون بیشتره. هر کدوم اپسیلون جمع اپسیلونشون بیشتر شد، جهت جریان رو تعیین میکنه، مقدار جریان رو هم از این رابطه به دست میاریم.